سلام، تو این قسمت میخوام در مورد فیلتر شکن ها و وی پی ان ها صحبت کنم و اینکه چه نوع وی پی ان کاربردیه برای یوتیوب و استفاده در کانال یوتیوب. اساساً گوگل مشکلی با کار کردن کاربران ایرانی و تماشایی و استفاده عمومی از سرویس های گوگل نداره و شما هر نوع وی پی ان به دفعات مختلف آی پیش تغییر کنه مشکلی براتون پیش نمیاد در حالت عادی، ولی وقتی شما میخواید به عنوان یه تولید کننده محتوا داخل یوتیوب فعالیت کنید، حالا چه با پلتفرم اپل باشه چه با پلتفرم گوگل باشه، خب توصیه من اینه که شما از یه فیلتر شکن یا وی پی ان استفاده کنید که معتبر باشه، مثلا هم نسخه اندروید داشته باشه، هم نسخه آی او اس داشته باشه، هم نسخه ویندوز داشته باشه، نسخه مک داشته باشه، یه مال یه شرکت معتبر باشه. اینطوری نباشه که میزنی وی پی ام فری فلان بهمان. من هیچ کدوم اینا کلان دارید میبینید تو توصیه نمی کنم، اما میگم فقط برید پلتفرمی پیدا کنید که فقط نسخه اندروید یا نسخه آی او اس نباشه، روی همه پلتفرما باشه و یه پلتفرم معتبری باشه، چون بیشتر این فیلتر شکن هایی که میبینید اکثرا هدفش جمع‌آوری اطلاعات و کلاهبرداری هستن و اینکه آی پی رو دارن به شدت تغییر میدن و شما مثلا توی یه روز سه بار وارد کانال یوتیوبتون میشید ویدیو بذاره یا به کامنت ها پاسخ بدید، بعدن براتون ممکنه مشکل ساز بشه. به خودم تا حالا هیچ مشکلی پیش نیومده، ولی ممکنه بعدن براتون مشکل ساز بشه با همون وی پی ان که با گوشی وصل میشید به اون کانال یوتیوب یا به اون اکانت یوتیوب و گوگل، با همون داخل سیستم هم وصل بشه. حالا نمیخوام بگم برید پولی بخرید، تو نیاز نیست، ولی استفاده کلیشو بهتون توضیح دادم. داخل مرورگر کروم هم سعی کنید پیدا کنید ببینید آیا اون فیلتر شکن موجوده یا نه، همین بیاید کروم google.com وب استور همینجا هستش، اگه بزنید نج کروم اکستنشن هم باز یاره، همینجا هم بیایید سرچ کنید، خیلی از وی پی ان ها و پلتفرم های معتبر همینجا هم هستن و میتونید ازشون استفاده کنید. خب پس اینو به یاد داشته باشه. و اینکه نکته آخر، حتما و حتما برای مشاهده و استفاده عمومی از یوتیوب از اون اکانتی که دارید روش تولید محتوا میکنید استفاده نکنید، چون هر چقدر هم فیلتر شکن معتبر باشه، شما تا زمانی که کلی سویت نداشته باشید مدام آی پی تون ممکنه تغییر کنه. پس این مورد رو حتما در استفاده از کانال یوتیوب برای افزایش ضریب امنیت کانال یوتیوب و اکانت گوگلمون اجرا کنیم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. برید برای ویدیوهای دیگه‌مون.